به شما شما اصلی شخصی بود که به نانوایی نزدیک منزلش می رفت و اون نانوا که تازه به اون محل اومده بود میدید که اون فرد سه قرص نان که نانهای خیلی خیلی بزرگی است در هر روز خریداری میکنه معمولا افرادی که می اومدند برای خرید نان یا اینکه نان رو فقط برای یک روز خریداری میکردند یا اگر بیشتر خریداری میکردند دیگه تقریبا دو یا سه روز در دکان نانوایی اصلا اثری ازشون دیده نمیشد ولی که این فرد هر روز می اومد و مقدار زیادی نان خریداری میکرد و اون فرد فروشنده اونطوری که باید شاید از علت کار سر در نمی برد. وقتی که یکی دو هفته از این ماجرا گذشت و اون نانبای جدید دید که هر روز این ماجرا تکرار میشه و اون فرد میاد و سه قرص نان بزرگ خریداری میکنه ازش پرسید که میشه من یک سوال از شما کنم گفت چیه گفت شما این همه نون برای چی خریداری میکنید گفت که من سه قرص نان در هر روز خریداری میکنم یک قرص نان رو خودم و همسرم میخوریم یک قرص نان رو من به دلیل قرض که داشتم باید بپردازم و یک قرص نان هم به دیگران قرض میدم اینو گفت و رفت اون نونوا که واقعا گیج شده بود و نمیفهمید ماجرا از چه قرار است و در حقیقت پی در پی فکرش درگیر این جوابی بود که اون مشتری بهش داده بود بعد از گذشته ساعتی دید که راو شر از اونجا رد میشه صدای ایشون زد و گفت که حقیقت ماجرا از این قرار است که از یکی دو ساعت پیش من بسیار فکرم درگیر هست به دلیل سوالی که از فردی کردم و جوابی که اون به من داده و من جواب رو متوجه نمیشم هنگامی که ماجر رو برای راف تعریف کرد راف لبخندی زد و به بهش گفت که اون انسان انسان خیلی عاقل و قدرشناسی بوده اون که گفته یک قرص نان رو برای خودش و همسرش خریداری میکنه که این واضح است یعنی خودش و همسرش در طول شبانه روز در حال اون سه وعده غذایی که باید مصرف کنند با نان یک قرص نان احتیاج دارن و اون رو تناول میکنه اینکه گفته باید یک قرص نان رو به خاطر بدهکاریش به پردازه منظور این است که اون قرص نان رو میبرده به پدر و مادرش میداده پدر و مادری که برای اون زحمت کشیدند اون رو بزرگ کردند و اون بر حال برنامه های فراوان زحمت های بسیار بسیار زیادی رو که برای اون کشیدن الان داره اون رو جبران میکنه و اون رو به عنوان یک بدهی برای خودش میدونه که الان داره به اونها برمیگردونه و اینکه گفته نونی رو قرض میده قرص سوم برای بچه‌هاش است که به اونها قرض میده که بعد از اینکه ایشون پیر شد بچه ها هم اون لطفی که این پدر الان داره درق اونها میکنه نسبت به اون داشته باشند این نکته نکته بسیار مهمی است که انسان باید بهش دقت داشته باشه که در زندگی تمام موفقیت ها تمام پیشرفت ها تمام کامیابی هایی که داره اولا از احسان بیکران پروردگار بزرگ است و دوم به دلیل اون فعالیت ها و اون زحمت ها و اون فداکاری ها و اون از خودگذشتگی های والدین هست که واقعا زمینه رو فراهم کردن که اون فرد پرورش پیدا کنه بزرگ بشه و یک موقعیتی رو ایجاد کردن که کم و کسری اون بچه حس نکنه و بتونه که به انواع و اقسام موارد خوب و جاهای عالی در زندگی برسه پس الان وظیفه اون فرد هست که پاسخگوی اون خوبیا باشه علیرغم اینکه انسان نمیتونه اگر تمام کارها و تمام خدمتهای دنیا رو هم به پدر و مادر کنه خوبیای اونها رو جبران کنه ولی که انسانیت حکم میکنه که هر کاری از دست انسان ساخته است برای والدینش با کمال میل انجام بده و از سوی دیگر انگامی که انسان این خط مش رو در زندگی پیش میگیره خود به خود طبق قانون میدا که نگد میدا این وضعیت رو فراهم میکنه که بعدها بچه ها هم همون احترام و عزت رو نسبت به اون داشته باشن روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همگی از آن مندیم. شالوم